نامه اول پتروس 1:15-16. آیا همه بروشور دارید؟ اونا که بروشور ندارن لطفا دستشون بره بالا، سپاسگزارم. هر کسی بروشور نداره لطفا مسئولین بروشور بدن. من خودم میخونم، چرا که آیه رو فکر کنم اشتباهاً دادم برای بروشورتون. اعلام میکنه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده هست، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. تو کلیسا مقدس باشید، محل کارت مقدس باش، توی رانندگیت از کنارت ماشین رد میشه، خیلی تند رد میشه، شاید عذر بخوام یه صحبت بدم باد میکنه، تو مقدس باشی، جایگاه تو بدونی در برابر هر موقعیتی. زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوس هستم. پس نه تنها از هر گناه آشکار میباید خود را تقدیس کنیم، بلکه از ترسها، نگرانیها، ناامیدیها، احساسات نادرست، اینکه من ضعیفم، اینکه من ناشایسته هستم، حس ترد شدن، اینکه دشمن من شیطان از من خیلی قوی تره. خیلی موقع هست که ما میشنویم طرف میگه، مثل انگار دوران بچگیمون هست، بچگی بوده میگفتیم شیطان گولم زد، حالا تا اشتباه میکنیم میگه شیطان حمله کرده، قبلش چه کار کردی؟ فرصت دادی به شیطان که حمله کنه؟ به اینم نگاه کن، همش نذار گردن شیطان. قبلش من چه کار کردم که دلیلی شد که شیطان بتونه به من حمله کنه؟ شاعر میگه گر خدا داری ز غم آزاد شو، گر روح القدس رو داری آزادی تو قبول کن که تو آزاد شدی. گر خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو، از فکرها، از ترسات، از نگرانیات کاملا خودتو آزاد بدون، چرا که خداوند بهای آزادی تو رو پرداخت کرده روی صلیب. از این رو هست در انجیل متی 5:48 اعلام میکنه کامل شوید. چرا میگه کامل شوید؟ میخواد بهت بگه که هیچ تخفیفی بهت نمیده، کامل شیم. شکل چی؟ کامل شویم همچون خدای پدر، یعنی از روح او پر شدن، مدام از روح او پر شدن، در حضور او بودن، در دعا، در کلام. بقیهشو بگید، چگونه از روح خدا پر میشیم؟ وقت بذارم در حضورش برم دیگه، در دعا، در حضور او، بله، کلام، در روزه باشم، بله دیگه، در مشارکت با ایمانداران، در وفاداری، در تعلیم، در پرستش، در طلبیدن. تعارف نکنیم. به شخصی گفتم بعد از 12 سال که از ایمانش میگذشت، گفتم تو چگونه از روح القدس پر میشی؟ گفت همون اولین بار که تعمید گرفتم. من گفتم ما هر موقع مسیح ایمان میاریم همون موقع روح القدس داریم، اما پری روح القدس باید مدام باشه. مانند این هست به یه نفر بگیم که یه پزشک، دندون پزشک به مریضش بگه که تو باید مسواک بزنی، بعد 6 ماه بعد ببینتش، بگه ببینم تو روزی چند بار مسواک میزنی؟ بگه همون اول که گفتی من زدم 6 ماه پیش. مثلا من بازم به دندوناش آسیب خواهد زد. کلام خود من ما رو تشویق میکنه که ما مدام از روح او نیز پر بشیم. در کتاب پیدایش 17:1 میخوانیم که خداوند به ابراهیم میگه پیش روی من بخرام و کامل شو. در حضور او من بتونم باشم تا کامل بشم. و در نامه اول قرنتیان 12:31 میخونیم که اعلام میکنه نسبت به عطایا، میگه عطایای روح القدس رو با غیرت بطلبید. یعنی روش تعصب داشته باشید، برات مهم باشه. چقدر برات مهم هست موقعت درآمدید، هرچی نیازی، ازدواجت، فرزند دار شدنت، اقامتت، میگه با غیرت بطلب. کسی که از روح القدس پر هست سوالات زندگیشو به راحتی میتونه جواباتشو از خداوند بگیره. میگه عطای روح القدس رو با غیرت بطلبید. نویسنده ای اعلام میکنه اگر انسان موضوعات را به همان شکلی که هست بپذیره، همونطور که کلام خود، من به مسیح ایمان آوردم، من قبول دارم که باید تعمید بگیرم، تعمید گرفتم، همون مقدار بپذیرم،
که بعد از روح القدس پر بشم. اگر انسان موضوعات رو به همون شکلی که هست بپذیرد، از تعقیب سایه ها، این سایه ها ما رو خرافاتی میکنه. شاید خیلی از کلیسا هستن توی دنیا، خیلی زیبا، جمعیت بسیاری دارن، اما زیاد با این کلام خدا کاری ندارن. میگن عطایا مال 2000 سال پیش بود. نبوت نه مال 2000 سال پیش بود. زبان ها نه قبول نداریم، معجزات شفا مو قبول نداریم. اینها کلیساهای مذهبی هستن، هرچند شاید کشیشاشون مثل منم خودشلوار و کروات داشته باشن. زمانی که ما مطابق این کلام خدا نمیریم، ما مذهبیان خوشگل هستیم دیگه، ولی مذهبی هستیم. اگر انسان موضوعات را به همان شکلی که هست بپذیرد، از تعقیب سایه ها صرف نظر کرده و به سوی حقیقت خواهد رفت. اگر من این پذیرش رو نیز داشته باشم. اما یه نگاهی هم میخوایم داشته باشیم، وقت نداریم، به نامه اول قرنتیان 12 که میخوانیم، میگه درباره عطایای روحانی بیخبر نباشید، مانند مذهبیون در است، مذهبیون خدا نشناس، و بدانید همان روح القدس که حقیقت مسیح را برای شما مکشوف کرده، به شما قدرت خواهد داد که برای درک بیشتر کلام، برای نبوت بشنوم عطایا را بگید، نه عطایا، برای شفا، برای معجزات، برای تشخیص روح بد، برای حکمت، برای زبانها، ترجمه زبانها. من فکر می‌کنم در طول این 10 سال حداقل 3 دوره درباره روح القدس کلاس گذاشتم که فکر کنم 8 ماه 9 ماه طول کشیده. سال دیگه هم دوباره این کار رو میکنم. تشویقتون میکنم این کلاس ها رو بیایید. هر چقدر بیشتر در اطور روح القدس بدونیم، بیشتر میتونیم توی زندگیمون به خودمون کمک کنیم و همچنین در ملکوت خدا توی جایگاه خوبی بایستیم. بازنویسنده اعلام میکنه خدا آزادی رو به کسی میداد که در جستجوی او باشه. خدا عطایا و پری روح القدس رو به کسی میده که با غیرت بطلبه. تو کلیسا ما مشوق شما هستیم، ما شما رو تشویق میکنیم، ولی توی خونه خودت هستی که باید از کلام خدا، از روح خداوند پر بشی تا به اون قوت بتونی زندگی کنی و جایگاه درستی رو برای خودت ببینی که حقیقتا میتونه جایگاه خوبی باشه. هفته گذشته